بابا وایسن درد داره؟ نه بابا چون یه لحظه نه بار برای برم اون درد نداره که یه لحظه شده رو من تاز بری تمام شده برد برم بی مادر جان حالا تو سرگوچه نداری؟ بهترم حالا تحبه نداری؟ در 75 سالگی داروسازی دکتر عبیدی بران شدیم که با تجهیز 75 خانه بهداشت حرکتی امید بخش را آغاز کنیم. همراه پزشکان و داروسازان به نقاط کم برخوردار سفر کنیم و با تجهیز 75 خانه بهداشت در سراسر ایران خانه بهداشت را برای هموطنان خود به خانه امید بدل کنیم. امید در تو زنده است. خب به نام خدا خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. من موضوع صحبتم راجع به تحلیل انتقادی گفتمان تاریخی داروسازی ایران است و البته سعی خواهم کرد که قصه‌ام نگم و تاریخ رو نه به صورت لینئار و تاریخ خطی، بلکه به یه صورتی که بتونیم از توش یه تحلیل گفتمان در بیاریم و ببینیم که کجا بودیم و چه مسیری رو طی کردیم. وقتی از تاریخ علم صحبت میکنیم و از تاریخ حرفه صحبت میکنیم، دقیقا از اون چیزهایی صحبت میکنیم که در سیر خطی نیامده، دقیقا از اون چیزهایی صحبت میکنیم که سرپوش گذاشته شده، از اون چیزهایی صحبت میکنیم که نادیده انگاشته شده. این روندی است که من در عرایزم دنبال خواهم کرد. من گفتمان داروسازی ایران رو به چند دوره تقسیم کردم. دوره اول رو اسمش رو گذاشتم دوره بنیادین. دوره بنیادین گفتمان داروسازی ایران برمیگرده به شروع دارالفنون. میدونید که 7 مدرسه داشت یا 7 رشته داشت دارالفنون که یکیش پزشکی بود، یکیش داروسازی بود، سوار نظام بود، پیاده نظام بود، معدن شناسی بود، توپخانه بود. اینا رشته هایی بود که در دارالفنون ما داشتیم و شخصی به اسم فوکتی آمد به ایران، ایتالیایی بود که مدرسه داروسازی رو راه بندازه یا رشته داروسازی رو راه بندازه. اعتراضات نسبت به فوکتی بالا رفت به خاطر اینکه معتقد بودن او آموزش چندانی نمیتونه بده، شاید به خاطر اینکه فارسی رو خوب بلد نبود یا خصوصیات شخصیتش. اما یک شخص دیگری بعد از فوکتی و در حین فعالیت فوکتی داروسازی ایران رو پایه گذاشت به اسم میرزا کاظم محلاتی. میرزا کاظم محلاتی خب آدم غریبی بوده و به همراه فوکتی داروسازی رو در کنار پزشکی میدیده. به چه معنا؟ روزای اول که داروفنون راه افتاده بود، بالای سر بیمارا یه طبیب میرفت و یه داروساز و او معالجه میکرد، حالا پولاک یا بقیه کسانی که اونجا طبیب بودن، و داروساز هم اون وسط دارو رو تجویز میکرد، یه چیزی شبیه این داروسازه بالینی که الان ما داریم. میرزا کاظم محلاتی چند تا ویژگی رو توی این گفتمان بنیادین داروسازی ایران ایجاد کرد. اولیش این بود که کاملا شخصیت بین رشته‌ای داشت. یعنی یک کتاب خیلی جالبی نوشته میرزا کاظم به اسم عکاسی و اولین کتاب عکاسی است که در ایران نوشته شده. کتاب مفصلی است، توضیح میده عکاسی چیه، یعنی از داروسازی به عکاسی. یک کتاب دیگه نوشته که خب خیلی جالبه، متاسفانه نایاب، به اسم تذکرة الادویه. و یک کار بزرگی که میکنه اینه که رشته شیمی رو ایجاد میکنه. خیلی جالبه که
شیمی فرزند داروسازی بوده در ایران و شما این نگاه بین رشته ای رو توی گفتمان بنیادین اولیه دارویی ایران ببینید. رشته شیمی ایجاد میشه، فرزند خود میرزا کاظم فامیلیشو میذاره شیمی. الان خیابونی در میدان هفته تیر تهران به اسم خیابان شیمی هست. محمود خان شیمی کتابای درسی شیمی رو مینویسه، رشته شیمی رو ایجاد میکنه و البته خودش هم چشم پزشکی خونده بوده در دارالفنون و فرزندان شیمی هم همینطور الان هستن و کار میکنن. خب یه داروسازی وجود داره، در دارالفنون ایجاد میشه، از دلش عکاسی میاد بیرون، از دلش رشته شیمی متولد میشه. ویژگی های جالبی داره، از جمله این که به آموزش تاکید میکنه و این ویژگی های گفتمان نخستین ماست. همزمان با این داروخانه هم شما میبینید در ایران شکل میگیره، داروخانه هادی خان سرتیپ که از اتریش خریداری میشه. اون داروخانه الان در موزه ملی علوم پزشکی ایرانه، 160-170 سال قدمت داره، شاید قدمت خود داروخانه زمانی که اتریش بوده بیشتره. کم کم مفهوم داروخانه داری به معنای مدرن کلمش هم شکل میگیره. این دوره اول ماست. دوره دوم و گفتمان دوم رو من اسمشو گذاشتم گفتمان دانشکده. ما یک شخصی داشتیم به اسم دکتر مهدی نامدار. دکتر مهدی نامدار تو این سیر تاریخی من خیلی نقش داره. مهدی نامدار در دارالفنون درس میخونه، علاقه‌مند به داروسازی میشه، بلند میشه میره به فرانسه، 1303 در فرانسه دوباره داروسازی میخونه، علاقمند شدید به تئاتر بوده، با نصر معروف تئاتر در پاریس یه نمایشنامه هم اجرا میکنه، برمیگرده ایران و بنیان مدرسه دواسازی رو میذاره و اولین رئیس دانشکده داروسازی در ایران میشه. چون بلد بوده تئاتر بازی کنه، احساس میکنه که داروسازان باید بلد باشند خوب حرف بزنند و کرسی رو در دانشگاه تهران ایجاد میکنه به اسم کرسی فن خطابه. همه داروسازان و دانشجویان کمابیش باید این کرسی رو و بقیه اعضای هیئت علمی باید کرسی فن خطابه رو میگذروندن. نامدار حواسش به صنعت هم بوده و خیلی جالبه که ما در همین حیث و بیس میبینیم که همکاری میکنه با محمود نجم‌آبادی. محمود نجم‌آبادی رو شاید بشناسید، کسی که تاریخ پزشکی ایران مدیون اوست و کارهای زیاد کرد. محمود نجم‌آبادی در سال 1313 اولین نشریه داروسازی ایران رو منتشر میکنه به اسم دواسازی در عصر حاضر. چه ویژگی هایی توی این گفتمان هست؟ یک، میخواد بگه دواسازی در عصر حاضر با دواسازی که ما در دارالفنون داشتیم فرق میکنه. میدونید که در دوره دارالفنون بسیاری با مفهوم داروی مدرن مخالفت میکردن. یک داروسازی داشت، ناصرالدین شاه آلمانی بود، در خیابون ناصر خسرو دواخونه ای داشت به اسم شورین و این شورین خیلی تلاش کرد که این داروهای مدرن رو بیاره و به هر حال هم از پا ننشست و تونست که جا بندازه، چند تا داروخانه در تهران پا گرفت. چیزی که بر من خیلی جالبه این است که ما در این گفتمان جدید با نشریه دواسازی در عصر حاضر مواجهیم و تلاش برای ایجاد و برساختن مفهوم نوین دارو و تلاش البته برای اینکه ما علمی هستیم و یه مرز گذاشتن به تعبیر فوکو بین اون چیزی که امروز هست و اون چیزی که دیروز بود. خب دواسازی عصر حاضر دیدنش و خوندنش خیلی جذابه تا اینکه ما از این دوره هم گذر میکنیم. مهدی نامدار همچنان در عرصه هست، پایان نامش رو کاملا کاربردی مینویسه. موضوع پایان نامش زعفران ایران در فرانسه. در ایران میاد و شروع میکنه به درس‌های اخلاق داروسازی. این خیلی جالبه، شما در سالهای 1323 اینو میبینید. میریم به گفتمان بعدی. گفتمان بعدی که ما با او مواجهیم
گفتمان است که توی سالهای 1323-24 ایجاد میشه. گفتمان مسئولیت اجتماعی داروسازی. مرحوم دکتر جنیدی شاگرد اول ورودی 1300 و فکر میکنم 14-15 خروجی 1319 دانشکده کتابی مینویسه با عنوان آبهای معدنی در ایران و یک کتاب دیگه هم مینویسه با عنوان هیدرولوژی و آب و خیلی جالبه که برنده جز اولین برندگان کتاب سال میشه در سال 1335 لوله کشی آب تهران رو و بسیاری از فعالیت های آبرسانی در تهران مرهون این کتاب مرحوم دکتر جنیدی است شاگرد اول 1319 دانشکده فعالیت اجتماعی عبیدی تصمیم میگیره که ارتباط صنعت و دانشگاه رو راه بندازه و میره در سرای امین حضور کارخونه میزنه و دغدغه‌های اخلاقی رو سعی میکنه داشته باشه عبیدی هم جزو هم دوره‌ای های تقریبا 1316-17 دانشکده است و خب او هم نقش مؤثری توی این مسئولیت اجتماعی ایفا میکنه در همین دوران داروسازی خصوصی ایران شکل میگیره افراد میرن در یک ساختمونی که این ساختمون رو حتما برید ببینید من اگه قدرت و امکان و پول داشتم اونجا رو میکردم موزه داروسازی ایران در ساختمونی در خیابون ناصر خسرو به اسم سرای روشن ساختمونی که جزو منحصر به فرد ترین ساختمون‌های ایران هست که با معماری گوتیک ساخته شده انقدر ناصر خسرو شلوغه که آدم بعد یه ذره فاصله بگیره بره و نمای ساختمون‌ها رو ببینه در اونجا داروسازی خصوصی ما پا می‌گیره عبدالله رضایی میاد اونجا تجارتخانه می‌زنه خسرو شاهی که نامش رو بردن اونجا تجارتخانه میزنه بسیاری از شرکت‌های ایرانی اونجا شکل میگیرن بوهرینگر اونجا شکل میگیره لپتی اونجا شکل میگیره اینکال اونجا شکل میگیره ارگانون که بعد میشه ایران هورمون اونجا شکل میگیره شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی عموما در سرای روشن تو خیابون ناصر خسرو دفترشون بوده مهدی نامدار باز میره سراغ اینا و نگران این میشه که نکنه این بازارسازی فاصله ایجاد بکنه بین دانشگاه و صنعت و اینا برن به سمت کامرشیالیزیشن محض و نشریه‌ای رو در اونجا راه میندازن نشریه‌ای در سرای روشن با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده داروسازی یعنی وسط فرض کنید توی شرکت‌های خصوصی ما توی کارخونه های جاده مخصوص یا نشریه منتشر شه که اعضای هیئت علمی دانشگاه بدون تعارض منافعتون دخیله و اسم این نشریه میشه نشریه شهریر و نشریه شهریر خب سالها در میاد و منتشر میشه این من اینا رو دارم دونه دونه این دواسازی عصر حاضره که 1313 منتشر شد این نشریه شهریره که شما در دهه 20 میبینید منتشر میشه و شماره های مفصل هم ازش در میاد خیلی جالبه که آمیختگی ادبیات و داروسازی توی اینا هست خود مهدی نامدار که عرض کردم تئاتر بلد بود و کرسی فن خطابه رو یاد داد شهریرم سعید اعتصامی برادر پروین اعتصامی که جزو بنیانگذاران سندیکا و انجمن داروسازان ایران هست با دو نفر دیگه راه میندازه و خیلی جالب این آمیختگی یعنی شما در سرای روشن نشریه علمی و آکادمیک میبینید که در میاد و جدیترین مقالات داروسازی ایران توی اون منتشر میشه اینم قصه گفتمان بعدی ما گفتمانی که در سرای روشن شکل میگیره این نشریه شهری 1324 منتشر میشه بیاین جلوتر به یه گفتمان جدیدتر میرسیم اونم بحران و هویت حرفه‌ای داروسازی است یه پرسش ایجاد میشه اون پرسش اینه چرا دانشکده پزشکی دندانسازی داروسازی وقتی تفکیک شد در سال 1335
داروسازی همون داروسازی موند، اما دندانسازی شد دندان پزشکی. این پرسش پرسش مهمی است. برگردید به اون گفتمان بنیادین که پزشک و داروساز با هم میرفتن بالین مریض و فوکتی آمده بود که دارو رو بر حسب بیمار تجویز بکنه. اینم بحث مهمیه که شما میبینید که فکر نکنید این سوال من طرح میکنم. این سوال جدی بوده که ما در دهه 30 میبینیم. دهه 30 دهه بحران و هویت حرفه‌ای داروسازی در ایران. خیلی جالبه که این نشریه منتشر میشه، نشریه داروپزشکی، یعنی داروسازی رو اسمش میکنن داروپزشکی و نشریه میزنن براش، ولی دووم نمیاره و داروسازی از دوگانه پرکتیس به معنای مدیکال پرکتیس و صنعت دوباره بر میگرده به صنعت و انگار واژه داروسازی رو ترجیح میده، در صورتی که دندان پزشکی نه. این نشریه دو سه سال در میاد، نشریه داروپزشکی، و اتفاقا بحثایی هم که توی نشریه داروپزشکی هست حول همین میچرخه. این هم خیلی جالبه که این بحران رو شما به این صورت میتونید ببینید. دکتر مهدی نامدار اینجا تصمیم میگیره خودش نشریه بزنه به اسم جهان داروسازی و تندترین نقدها رو به داروسازی ایران بکنه. سرمقاله می نوشته آذر 1335، سرمقالش هست حرفه. خود نامدار که اولین رئیس دانشکده داروسازی بوده، یا یه سرمقاله دیگه، من تقریبا همه سرمقالهاشو خوندم، یه سرمقاله دیگه داره دیدن، میگه آقا چرا نمیبینید خودتون رو، نمیبینید بقیه رو، نمیبینید. یه خط این حرفه رو من همینجوری رندوم برای شما بخونم: در ممالک متمدن هر کس حرفه‌ای دارد و هر کس که حرفه‌ای عمل میکند میداند چه کار است، و چون میداند چه کار است میداند که حیثیت دارد و با شرافت کسب معاش میکند، و چون دارای حیثیت است به حیثیت حرفه‌ای خود و به حیثیت افراد جامعهش اهمیت میدهد، و همین که به خود و به مردم اهمیت داد بدون تردید میداند که مردم از او چه میخواهند و از او مردم باید چه بخواهند. آیا داروساز که بدون شک دارای یکی از بهترین و با شرافت ترین حرفه هاست در کشور ما میداند که چه کار است؟ مهدی نامدار، آذر 1335. این نمونه ای از سرمقاله هایی است که نامدار می نویسه در اون. و خیلی جالبه که در این سال، در دهه 30 و 40، ما کم کم این دعوا رو می بینیم، این قصه رو می بینیم، این بحث رو می بینیم، و بحث خیلی مهمه. می بینیم دهه 40 و 50، تولید تحت لیسانس، ورود شرکت های خارجی و تا حدی رشد دانشجویان داروسازی، تربیت تکنسیان در دانشگاه ها و در مراکز مختلف و رشد داروخانه ها. ما البته یه نکته ای رو باید بهش دقت بکنیم که شأن داروخانه ها در گفتمان های پیشین ما خیلی بالا بوده. یه داروخانه است تو خیابون استانبول، در چهارراه استانبول، بغل ساختمان پلاسکو، که یکی از قدیمی ترین داروخانه های بجامانده ایرانه، به اسم داروخانه آلمانی. داروخانه آلمانی هم داروخانه بوده، هم محل نشست و چاپ این مجلات. داروخانه خوشبختانه الان مونده، یعنی مجله شهریر توی اون لیستی که میخونید و اون صفحه مشخصات ببینید که محل تولیدش، محل چاپش داروخانه آلمانی است. داروخانه سپه هم که الان شده داروخانه 29 فروردین، داروخانه بسیار قدیمی است که خود نامدار تقریبا ایجادش کرد و پا گرفت. در دهه 40 و 50 ما با چی مواجهیم؟ با چه اتفاقی مواجهیم؟ اینم بگم پزشک و داروی عبیدی هم جزء معدود نشریاتی است که شرکت داروسازی منتشر میکنه، یعنی دکتر عبیدی هم یک مجله منتشر میکنه همزمان با جهان داروسازی و این جلو میره.
اهتمام به عمومی سازی داروسازی همین بحثی که الان میکردن در دهه 40 ایجاد میشه. مردم باید توی هلس کامیونیکیشن بفهمن ما داریم چی کار میکنیم، با مردم چجوری حرف بزنیم. یکی از اولین فارغ التحصیلان داروسازی دانشگاه دکتر قیاس الدین جزائری بود. اونایی که یه مقدار سنشون بالاتره شاید یادشون بیاد، حالا من که اینا رو تو کتابا خوندم ولی احتمالاً اونا تجربه دست اول نابی دارن، از دکتر قیاس الدین جزائری که معروف بود در دهه 40 به اسم آقای چی بخوریم و در نشریات اون موقع سعی میکرد داروسازی رو کاملاً عمومی کنه. خیلی جالبه که منوچهر انور اولین و تنها فیلم داروسازی ایران رو میسازه. جالبه، دوستانی که به فیلم علاقه دارن بگردن ببینن در هر سال چند تا فیلم با تم داروسازی داره در دنیا منتشر میشه، چیزهای مختلف. در ایران فیلم داروسازی، فیلم پزشکی داریم، فیلم داروسازی داریم، همون یه دونه نیش داروی خسرو انوره، فیلم مستندی که از سرومسازی رازی تهیه میکنه و این نشون میده که داروسازی اهتمامی به عمومی سازی دانش خودش نداشته، به ساینس پاپولاریزیشن نداشته. جالبه که در 1128 مقاله من پیدا کردم، فکر کنم دکتر گوشگیر، موسا گوشگیر نوشته بود، راجع به این که ما چطور با قصه های ژول ورن میتونیم داروسازی رو برای عموم مردم آموزش بدیم. چون مردم اگه داروسازی رو نفهمن، اون موقع میگه مردم اگه نفهمن داروسازی چیه، مصرف بیرویه دارو در دهه های آینده گریبان ما رو خواهد گرفت. و این به نظرم چیز جالبیست. میایم بعد از انقلاب، گفتمان بعدی ما بعد از انقلاب در سالهای اول انقلاب گفتمان تولید و باز مسئولیت اجتماعی. مرحوم دکتر فرسام خدا رحمتش کنه، من یکی از افتخارات زندگیم این است که جای ایشون دو سه دوره زمانی که در قید حیات بودن اخلاق داروسازی درس میدادن. مرحوم دکتر فرسام با 80,000 تومان که از خواهرش قرض، خواهرشون قرض کردن، داروخانه 13 آبان رو انداختن. مرحوم دکتر شفیعی در دوران جنگ دوباره تلاش میکنن، مثل جنیدی و اینا، که ما داروسازیم، باید مسئولیت اجتماعی، آب و و و خیلی چیزهای دیگه. مثل خود نامدار که موضوعش، موضوع تزش زعفرون ایران بود. مثل مرحوم دکتر زبرجدی که موضوع تزش توت بود. توت میذارن سر سفره به جای قند، بررسی کنیم ببینیم این توت چیه. اینا تزای دانشجوها بوده. مرحوم دکتر شفیعی کار کرد توی دوران جنگ روی این گازهای شیمیایی و به هر حال اینا رو تحلیل میکرد. این خیلی مهمه دوران مسئولیت پذیر. این قصه تا سال 70 ادامه پیدا میکنه کم و بیش. بعد از اون ما مواجه با چند تا قصه میشیم که داروسازی ما دوباره دچار بحران میشه. یک، بازار. فریدسون یه کتابی داره به اسم پروفشنالیسم، تعهد حرفه‌ای. میگه هر حرفه گرفتار دو تا عامله، یک بوروکراسی، دو بازار. اگه با این دو تا نتونه درست چونه بزنه، حرفه از دست میره. هم باید با بازار چونه بزنی، هم باید با بوروکراسی چونه بزنی. اگه با بوروکراسی درست چونه نزنی و غرقش بشی، ما پزشک کارمند و داروساز کارمند خواهیم داشت، یا سیطره بوروکراسی بر مفهوم بخشنامه و جلسه و این چیزایی که میبینید دیگه. جلسه برای جلسه، جلسه برای جلسه بعدی، جلسه برای کار، جلسه برای حرف زدن، جلسه برای، و این بوروکراسی سخت میاد و حرفه رو نابود میکنه. و دو، بازار. اگه با بازار نتونی چونه بزنی و غرق بازار بشی، گرفتار میشی. و این مسئله است که ما امروز در داروسازی ایران میبینیم. یعنی داروسازی امروز ایران به حرف فریدسون رسیده، گرفتار بین بوروکراسی و بازاره و سخت براش مدیریت کردن اینا. یه جایی هم حق داره، فشار و
تحریم و همه اینا این مدیریت رو دشوار میکنه. قصه دومی که اتفاق افتاده بحران پژوهش در داروسازی ما. ما تا سال 70-80 خیلی اون موقعی که اینترنت نیامده بود پژوهشی به اون معنا نمیتونستیم داشته باشیم. یعنی جدیدترین مجله‌ای که مثلا توی دانشکده بود مال یه سال قبل بود. اما امروز این پژوهش سریع و تندیه و این پژوهش تند درسته که خیلی رشد داده داروسازی ما رو، اما ما رو گرفتار فیوتایل ریسرچ، پژوهش‌های بی‌معنا هم کرده، مینینگلس ریسرچ، پژوهش‌های بی‌معنا، پژوهش برای پژوهش. و این گرفتاری است که امروز ما داریم. شاید داروسازی برای این پژوهش‌های بی‌معنا مهیاتر است از حتی پزشکی. حتی پزشکان وقتی میخوان بگن ما اویدنس بیستیم میگن شما برید داروهاتون رو کلینیکال ترایل کنید. یعنی داروسازی اینجا خیلی در معرض فشار پژوهشه. پژوهش خیلی خوبه ها، ولی فیوتایل ریسرچ اگه یه روزی بخواد این گفتمان ها تحلیل بشه بعد از امروز ما که گرفتار فیوتایل ریسرچ میشیم هم و تو داروسازی شدیم هم حرف بزنیم. و آخریش هم بحران دیسیپلیناریتی بین رشته ای ها ایجاد میشن، تخصص ها ایجاد میشن و بعد میبینی اصل قصه اون وسط گم شد. یک مثالی من همیشه راجع به اینتردیسیپلینری ها دارم. خودم عضو حلقه بین رشته ای تهران هم، سال هاست دارم بین رشته ای رو تبلیغ میکنم و تشویق میکنم. اما یه نکته وجود داره، دم یه مجلس عروسی نشستین، قوم عروس هم هست، قوم داماد هم وایستادن دیگه، دیدین دم عروسی ها معمولا ندارد. یا آدمی وارد میشه، شما که قوم عروسیت نمیشناسیدش، قوم داماد هم حالا رفته یه غذایی بخوره، یه چیزی بخوره، میگید حتما قوم داماده دیگه، میاد تو. دوباره یکی دیگه وارد میشه، قوم عروس میشناسدش، قوم داماد نمیشناسدش، میاد تو. بین رشته یا گاهی وقتا این گرفتاری رو پیدا میکنن، من میفهمم، اون نمیفهمه، دوتا رشته با هم تلفیق شدن دیگه، و غریبه ها میان تو و حرف مفت زیاد میشه. بگذاریم از این که گاهی وقتا این بین رشته یا تبدیل میشن به مجلس ترحیم، بذار غریبه ها هم بیان یه فاتحه بخونن، خوب اتفاقا ایرادی نداره، از طرف بیرونه تو خیابون داره کنار مسجد را میره بیاد توی فاتحه هم بخونه. تأمل بر تخصصی شدن و دیسیپلیناریتی هم در داروسازی امروز ایران خیلی مهمه و به همین دلیل من فکر میکنم که ما به تاریخ نیاز داریم، نه برای این که شروع کنیم بگیم یکی بود، اولی بود، دومی بود، سومی بود، اومدیم جلو. ما به تاریخ نیاز داریم برای تحلیل. تاریخ ما تاریخ نخستین ها و قهرمانان نیست. همه دوره های تاریخ ما میشه از توش تحلیل درآورد و جالبه که همین مقاله حرفه مرحوم دکتر نامدار که گفتم بهتون کلنگ تئاتر شهر زد، انقدر علاقمند به تئاتر بود کلنگ تئاتر شهر زد ولی عمرش به سال نداد که افتتاح بکنه. جالبه که داروسازا با من داروساز میشناسنش، اهل هنر و سینما و تئاتر نمیدونن داروسازه، او رو به عنوان مثلا پدر تئاتر ایران میدونن، جزو پدران بنیانگذاران تئاتر میشن. انگار این مقالهش هنوز زنده است برای ما و ما باید دوباره این حرفه رو بخونیم و راجبش تأمل کنیم. مخصوص توجهتون خیلی ممنونم.